سلام، من سامان خدایی هستم و شما پرونده طرفداری رو تماشا میکنید. در این بخش ما به بررسی پرونده جذاب ورزشی و فوتبالی میپردازیم. بریم ببینیم پرونده امروزمون چیه. راز ضربات سر غیر قابل مهار کریستیانو رونالدو در چیه؟ کریستیانو رونالدو رکورددار بیشترین بازی تو تاریخ لیگ قهرمانان اروپا و گلای زده بسیاری هم در این تورنمنت داره. مرکزی پوشیده نیست که یکی از مهارت‌های فوق‌العاده اون پرش بلند و ضربات سر دقیقشه. اما ببینیم چرا کریستیانو تا این حد تو ضربات سر عالیه. 1. حرکات. با دیدن گل پیروزی بخش رونالدو مقابل آتالانتا میفهمیم وقتی لوک شاو تو سمت چپ زمین صاحب توپ میشه، رونالدو در حال دور شدن از دروازه است تا به مدافع یارگیرش حس امنیت کاذب بده و عامدانه اونا رو گمراه کنه. رونالدو تا این مدت یه بار هم چشمشو از رو صحنه بر نداشت و وقتی که فرصت ایجاد شد خیلی سریع و چابک به سمت دروازه چرخید. اون از این طریق مستقیما بین دو مدافع آتالانتا قرار گرفت و موقعیت جایگیریش همونطور شد که میخواست. 2. پرش. طی یه سری آزمایش‌های بیومکانیکی که تو سال 2011 در دانشگاه چیچستر انجام شد، مستندی به نام کریستیانو رونالدو آزمایش تا نهایت شکل گرفت که نتایج آزمایش نشون میداد پرش این مهاجم پرتغالی به طور میانگین 7 سانتی‌متر بیشتر از بسکتبالیست است. نتایج این آزمایش نشون میده اون وقتی درجا میپره 44 سانتی متر از سطح زمین فاصله میگیره و وقتی که در حال دویدن باشه پرش اون 78 سانتی متر از سطح زمین فاصله خواهد داشت. قدرت رونای رونالدو نقش اساسی تو پرشش داره و این حاصل سالها کار از جمله تمرینات پرش با یک پا، تمرینات با مدیسین بال و استفاده از وزنهای مچ پا برای افزایش تحمل و مقاومت در تمرینات فوتبال بوده. 3. زمان بندی. دنباله پرش‌های رونالدو تقریباً بی‌نقصه. بین ضربات سر رونالدو با یه ورزشکار پرش ارتفاع که اوج پرش خودش رو با لحظه عبور از بالای میله تنظیم می‌کنه، شباهتایی وجود داره. فرقی نداره رونالدو مثل گلش با آتالانتا یا گل به منچستر یونایتد تو سال 2013 درجا بپره و یا مثل گل شجاعانه و خاطره‌انگیز مقابل آیس روم تو سال 2008 پرشش رو در حال دویدن انجام بده. زمانبندی دقیق حین ضربه زدن به توپ هنر اصلی رونالدو تو ضربات سر به حساب میره. 4. قدرت. ساعت آزمایش طاقت فرسا تو دانشگاه چیچستر نشون داد رونالدو میتونه حین پرش 5 واحد نیروی گرانش ایجاد کنه که این ام با رون قدرتمند اون که در اون زمان دور 62 سانتی متری داشت ایجاد شد. یعنی رونالدو این پرش نیروی گرانشی 5 برابر وزن خودش رو ثبت کرده. علاوه بر قدرت رونها، قدرت فوق‌العاده عضلات کمر و شکم رونالدو به اون اجازه میده تا طوری ثبات و قدرت داشته باشه که بیننده با توهم معلق موندن رونالدو روی هوا روبرو شه. قدرت و استحکام عالی بالاتنه رونالدو حاصل ساعت‌ها تمرین دراز و نشست، تمرین پلانک، تمرینات خم کننده عضلات با دمبل و سایر تمرینات برای تقویت بالاتنه بوده. این فرایند قوی شدن رونالدو توسط میگل مربی بدنسازی منچستر یونایتد تو دوره اول حضورش در این باشگاه سرعت گرفت. 5. دقت. رونالدو فقط روش‌های مختلف شوت زنی از روی ضربات آزاد رو تمرین نمی‌کنه، بلکه تو نحوه ضربه زدن به توپ با پیشونی، دو سمت سر یا انتهای سر هم روش خاص و متنوعی رو به کار میگیره. اون اول مطمئن میشه جایگیریش، تاثیرگذاری تو ضربه به توپ رو به حد اکثر میرسونه و البته نحوه ضربه زدن بهترین سرزنان رو مورد بررسی قرار میده. کار روی شرایط بدنی، قدرت و انعطاف عضلات گردن رونالدو رو تقویت کرده و این عامل دیگه‌ای که به اون امکان میده ضربه سرش حتی بدون شتاب حین پرش بیشترین قدرت رو داشته باشه. هماهنگی بین چشم‌ها، بدن و سر رونالدو درست مثل یه گلف باز یا تنیسور حرفه‌ایه. پس دقت، قدرت، زمانبندی، پرش و حرکات دقیق در کنار ساعت‌ها تمرینات مستمر باعث شده رونالدو از بهترین سرزنای دنیا باشه و وقتی با کسی به هوا میپره رقیب شانس چندانی برای اول رسیدن به توپ نداشته باشه. ممنون از اینکه این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. خوشحال میشیم کامنتتون رو در موردش ببینیم و برای اینکه هیچ کدوم از ویدیوها رو از دست ندید روی زنگوله و سابسکرایب کلیک کنید.